ببخشید آقا، شما مسئول تخلیه صندوق هستی؟ آره. خب چه درش با نمیکنی؟ کلیدش خونه جای آمونه. خجالت بکش مرد حسابی. چشم. خجالت نمیکشی با اون هیکلت داری این صندوق کف میری؟ چرا، گفتم که دارم خجالت میکشم. 2000 مرد داختن این تو که یه بدبخت بیچاره یه چیزی گیرش بیاد و تو یه دفعه میخوای همه رو بالا بکشی. اما جون همین صندوقی که داری میبینی، خودم یه عمری توش پول ریختم، الانم دارم برمیدارم. برو اون بر گفتم. ببین من 2 ساعت پیش درگیری داشتم، کتک خوردم حسابی، نزا اونایی که خوردم سر تو خالی کنم ها، میفهمی؟ نزا بخیاش. برو اون طرف. خب مرتی که جان ها ای شاخه تر برخصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برخصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر برخصا، جان پدر برخصا، از پا و سر بریدی ای خوش کمر برخصا، جان پدر برخصا، جان منم برخصا، جان همه برخصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر برخصا. این پرونده رو واسه چی داریم تشکیل میدیم؟ برای اینکه به شما کمک کنیم. از شما کمک خواستم؟ ما به کسایی که از ما کمکم نخوان کمک میکنیم. ها، من درست آوردیم؟ نکنه اینجا با اونگاه خیریه هست؟ ها؟ قرار بود بریم دادگاه که. اینا چیه گفتی مددکار بنده خودم همه رو نوشته؟ هرچی ازم پرسید منم جوابش شد. بعد کدوم اینا به کدومش ربط داره؟ کدومش به کدومش ربط نداره. ببین این پرونده شخصیت داستان نیست ها؟ صدام وقتی میافتن زندان شخصیت دارن میشن، شخصیتشون برشون مهم میشه. یعنی بیرون که اصلا شخصیت لازم ندارن، به کارشون نمی. نه اگه بخوای اینطوری شیطنت کنی من نمیتونم کمکت کنم. هم تو جعب خانم مارپل میدی. کلن 4 تومن تو صندوق برداشتم بریم برداریم بزنیم سر جاش. سر اون منده خدا هم ترک خورده شکسته، هرچی شده میام روشو ماچ میکنم ازش اسرائی میکنم تموم شد را. همین؟ نه دل چند تا از اهالی محلم شکسته بود، باید بیام ازشون دلجویی کنم یا بگم شکسته بندی چیزی بیا دلشون بند بزن. ها اینا چیه گفتی؟ یه جا گفتی کارت اهدا اعضا داری، یه جا با شدی رفتی خود نیم کیلو تخمه دعوا رو انداختی، میری جلوی مدرسه دخترانه از اون ور میری ثبت نام کنی پیاده بری کربلا، میری خون اهدا میکنی، بعد میری جلوی سازمان انتقال خون به خودت چاقو میزنی میگی خونم رو زمین میریزم به شما نمیدم. دانشجوی انصرافی ادبیات میری جلوی خونه مردم عربده میکشی؟ چته تو؟ خانم بذاره من برم، ماما کاری نداشته باشه. نه میخوام بدونم چی داره تو رو اذیت میکنه. من آب از سرم گذشته، بیخیال شو. من زبان تو رو نمیفهمم. چطوری؟ خوبی داداش ردیفی؟ میدونم من خودم با زن ها زیاد راحت نیستم، ولی اگه بخوای حرفاتو گوش میدن نگرانم دوتا مردیم، خودم هم بچه پایینم، قشنگ بگو ببینم چی شده. بگو دیگه داداش، من هر کی یعنی با من حرف زد قشنگ راحت شده بعدش. بگو. سکته کردی قبلا؟ چی شده؟ میگم قبلا سکته کردی؟ چرا؟ شبیه سکته یا حرف میزنی؟ آبت درنت میاد.
آقا چی میگی بابا؟ من همینجوری هم گرفتی مارو آره؟ نه عضوت کرد جوون بدی نیست میدونم من رفتم محل پرسجو کردم اصلا بیدم نه قدیمی محلم هستم پدر خدا بیامرزش که آدم خیلی آبروداری بوده مادرش هم همینطور ولی من نمیدونم این پسره چرا اینجوری در اومده نه خودش هم اینطوری نبوده الان یه مدتی اینطوری شده فکر میکنم یه چیزی این بچه رو داره اذیت میکنه کمکم کمکم سلام سینه سال پا ما بشه اینجا ببخش سلام خانم سلام علیکم شرمنده هم بخود دوشمنتون شرمنده باشه بله من این بچه رو به خدا با نون سوخته های تنور مردم بزرگش کردم که همون هم حلال بوده ها شکی توش نیست خانم شما چوب بزنید ولی بدونی که این بچه حلال خور بوده خیالتون راحت بشه چوب هم بهش نمیزن هرچی من ذره ذره آب رو جمع کردم این بچه با این کاراش همه رو از بین میبره 20 دقیقه تا دادگاه مونده من یه چند دقیقه با شما صحبت کنم چشم در خدمت فهمم ببخشید سال نیست که اینطوری شده به هیچ صراطی هم مستقیم نیست کاره که نکرده بود چیزایی که من یادش نده بودم همه رو انجام بود خسته شده بود خیلی خانم بیداریم تو اتاق روشی بیم اونجا ببخشید خانم ستوده تشریف میارید ببینید من که رضایت میدم ولی شما که درس این کار رو خوندید یه کاری کنید که کمک بهش بشه بچه که اینقدر به مادرش احترام میذاره بعید میدونم آدم بدی باشه خیالتون راحت خب دوباره میخونم تا تفهیم بشید شما به جرم سرقت از صندوق صدقات و انجام خدمات عمومی رایگان در مسجد به مدت 3 ماه محکوم میشید. بعد از مدت طی شده و گزارش مددکار اجتماعی آزادی شما به صورت نهایی اعلام میشه. و سلام. بفرمایید. ببین فکر کردی الان من بیام مسجد بشینم مور بچینم برای مردم و چای کمر باریک بریزم همه چی حله دیگه آره برادر اخوی رفیق دوست عزیز با شما با بزنم برم دنبال زندگیم دیگه آقا مگه من حکم دادم قاضی حکم داده دیگه ببین الان فکر کردی من بیام اونجا چه میدونم بمونم شبا بشینی قرآن بخونی روم تاثیر بذاری مثلا من آدم میشم مگه الان آدم نیستی نه آقا جان من آدم نیستم ببین درختم الان برات برگم میدم بعدم برات میوه هم میدم ببین به خدا من بیابروی محلم آقا جان من باید را برم هر کی منو توی محل با تو ببینه آقا دیگه کسی رو حسابی با نمی کنه مردم که استخون نداره که هر جوری بخواد میچرخه هر چی بخواد میگه دیگه من اصلا اعتیاد دارم آقا من اعتیاد دارم خب چی میزنی گل گل دوره ما بهش گفتن زهر ماری بیا تو به بفهم خوبه امین خدمت شما بریم
کفش تو جا گذاشتی که؟ گفتم یه ملاقاتی دست خالی نیا. الحمدلله به خیر گذشت، چیزی نیست. علیکم السلام. حال چکرم، حال شما خوبه؟ علیکم السلام. دیدی سر این الان فکر کردی من به باغ رفتم دیگه؟ نه خانوادگیه مجرد را نمیدن نه؟ یه دونه مونده خالیه، اونم مال همونیه که رفتیم بیمارستان ملاقاتیش. خب چرا یه کارگر نمیاری بکنه؟ کارگر نمیخواد، خودم باید بکنم. بکن دیگه، فعلا وقتش نشده. ببینم فاز چیه؟ یارو رو به موته، میری براش کفش میخری، دو سه روز دیگه بیشتر زنده نیست، قبرشو نمیکنه. برنامه چیه؟ کفش خریدم براش بردم که هر وقت خوب شد اونو بپوشه. تو به این کار کاری نشته باش، بیا مشغول شو شیشه رو تمیز کن، یه ساعت دیگه از اونه. توی طوفان من جزیره، من ناپل اون تو دزیره، جستو که میتونست از من همه دنیا رو بگیره، همه دنیا رو بگیره. من کار میکنم اصلا ما بخونم، شما مشکلی داری؟ توی طوفان من جزیره، من ناپلئون تو دزیره. شما بفرمایید، بفرمایید، من کفشتون رو پیدا کنم. شما بفرمایید، شما بفرمایید، بفرمایید. دیگه ببخش خواهش بکنم، خواهی بکنم، دست شما در نکنه. یا علی، خدا حافظ. سلام. جاروهاتونه یه دوزدو دیگه، مسجد و غیر مسجد سرشون نمیشه، میزنن میرن. حالا خب مسجد خلوت بود، باید چهار تا کف شده، امپای اینا حل شدش. اگه شلوغ بود کل پول میدادی. آقا یه بار خونه لباساتو جمع کن بیار. ببین ببر مازندران هم که باشی میکنم ات دکونی، شیر سمنان هم که باشی چنان سفتت میکنم که یک چیک آب ازت نیاد. در زم زود بر میگردی چون دوباره باز برام برخصی، میخوام ببرم جشن تولد. اومدی ها؟
الو تو هم چی ها میخ شدی؟ مامانم میگفت اینجا خونه خداست. آره خب از همین در میاد بیرون. کی؟ خدا. آره چه شکلیه؟ بیاد خودت میخوام. اومدی؟ سلام. برو این کلاسای بالا رو یه دستی بکش، بعدن برو، من خستم. چشم چشم، خودم تمیز بکنم. چیه؟ چیه نگاه میکنه ها؟ این درساتون رو میخونین؟ آره آفرین، باری کلا بهتون، درساتون رو بخونین. بعدش هی بازم درس میخونین. خب آخرش که چی؟ ازدواج میکنین، شوهر میکنین، زن میگیرین، خوشبخت میشین. اصلا دیگه زندگی بهتر از این نمیشه. همه شاد، خوشبخت و همه اون چیزایی که میخواییم میرسین. نه کور خوندی، همه تون کور خوندی. اگه یکیتون بزرگ شدین، خوشبخت بودین، بیاید توف کنین تو صورت من. بیچارا هیچی نمیشین. خاک تو سر همه تون. الان خوشی نمیفهمین. بذارین بزرگ شین. اگه به جایی رسیدین، اگه خوشبخت شدین، هیچی نمیشین بدبخت ها، هیچی. دست لباس، یه جو کفش. جشن نیکوکاریه؟ امشب میخوام ببرم ددر. سلام. تو که هنوی اینجایی که؟ رفته بودم خونه، اما از پنجره حواسم بود. چی کارش داری؟ با خودش کار دارم. این خونه ها زیاد داره، امکان داره اینجا نیاد. یعنی پول داره؟ آره خیلی. چه شکلیه؟ بیاد خودت ببینی میشناسیش. این چیه دستت؟ کفش. مگه اون کفش میپوشه؟ نه، پا برهنه است. قبر را نرو. بچه ها سلام.
سلام. به 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 چطوری آقا محمد؟ سلام فاطمه خانم. احمد آقا خوبی؟ سلام. سلام باریکلا. چه گلایی. به 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 حد بزنید چی آوردن؟ آفرین آفرین آفرین. ببینم دندونای تو چی شده؟ موش خورده؟ این برای دختره گلم، این برای آقا پسر، این برای خانوم. ماشاءالله. به 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 به. ای تو همون نیستی که دندونا دوسته بود؟ امو میه بریم اونجا. چی کار داری؟ بیا آم نگاه کنی به این خوشتون. من تازه خوندن نوشتن یاد گرفتم. اینو بخونم؟ ماشاءالله. بخون. آرامگاه جوان ناکام شادر واشوان از قر زرین نگاه فرزند حسین. تو خوندن نوشتن از روی اینا یاد گرفتی؟ آره امو. اینا هم بخونم امو. آرامگاه مرحوم بیمارستان. نگهدار آقا. چی رو نگهدار؟ آقا نگهدار. خوب نیست. آقا نگهدار. آقا جان تو حالت خوب نیست. چی رو میگی نگهدار؟ آقا ولم کن این دست از سرم برداری. یعنی چی؟ نمیتونی بری پایین با این حالت. آقا ولم کن این با من کاری نداشته باشی. ای بابا عجب گیری کردی ما. به دنبال ما نیا. Thank you.
سلام. من نمیدونم چرا نمیبینمش. شما پسرشین؟ اگر میشه این نامه رو لطفاً لطفاً بهش بدید. پسر عمو بیا بریم. باشم. بودو. بیا عزیز. بیا بشین. یه ذره دیرمون شده. بودو بودو. میخوام اجلو بشینی؟ آه شادوما. رسیدم بخیر. شب کجا بودی؟ ببین این دفعه سر خود بری جایی یا به مددکاره میگم اون من قراره یه چند روزی اینطوری باشه. فقط به من گیر ندم، حالم خوش نیست. خوابو ببند. نمیبندم. چیه دور برداشتی؟ شب با کی دعوا کردی؟ چیو زدی اینقدر به خودت مینازی؟ حتما رفتی سر دوتا بچه داد بیداد کردی؟ فکر خبریه؟ تو چته پسر؟ تو چته؟ عملا تو نه و شما آدم و بزرگترش درست صحبت میکنه، ولی مثل که ما هرچی کوتاهی هم تو رود بیشتر میشه. نه خیلی خوب، الان من برای چیکار کنم بگو؟ همون کارو میکنم. چیکار نمیخوام بکنی، فقط آدم باش. همین. آخه تو چه میدونی من چمه؟ تو هیچی نیست. یه دو سوایی رفتی تو خیابون و شر رو انداختی، کسی چیزی بهت نگفته، خوشت اومده. هنوز به دیوار صفر مش نزدی که ببینی چه خبره. چی میگی بابا تو؟ تو چی میگی؟ به خدا یه چیز میگم بعد پشیمون میشم. خب بگو ببینم چی مثلا میخوا بگی؟ دست از سر من بردار، با من کاری نداشته باش، بی خیال من شو. آقا من حالم خوش نیست، با من چی کار دارین؟ بابا به خدا من دیگه نمیدونم خدا کیه، مسجد کجاست؟ آقا ولم کنین، من نه دیگه میخوام کسی آدمم کنه، نه کسی با هم کاری داشته باشه. 30 سال مثل آدم رفتم و اومدم، چی شد؟ حالا میخوام یه سال کج برم ببینم خدا کی بهش بر میخوره. من دارم میمیرم، دارم میمیرم، ولم کنین، دارم میمیرم. بهتری؟ آخه مرد حسابی کدوم آدم عاقل این کارو با خودش میکنه که تو کردی؟ ها؟ تو که اینجوری مریضی با یه دوا درمون بشی دیگه. دوا درمون کنم که چی بشه؟ یعنی چی؟ پس این آدم چی کار میکنه؟ اونا هم مثل هم، یکی دیرتر یکی زودتر. فقط به مادرم چیز نگی. چرا؟ نمیخوام زنم بفهم قصدم رو بخوره. بذار یهو بیفتم برام اونم یهو بفهم خیلی. حالا بذار اینجا خلاص بشیم بریم. مادرم چیزی نگو، من راضی نیستم. سرمه تمام که بذار گمه یه دست قطع کنم. سلام، بهتری؟ ببینم که نظرت عوض شده و داری میکنی. نه بابا، پسرش زنگ زد گفت دیگه حالش خیلی بد شده، بعید میدونم دوام بیاره. همین یکی دو روزه است که دیگه خلاصه
باز حداقل خوش به حالش که تا این سن رسیده. اون دست خداست. آره دست خداست. ما کاری ندارم، میتونی بری. چون اون روز دیدم که تو امام زاده همچین یه خورده ترسیدی. برو. من نترسیدم. خیلی خوب، نترسیدی باشه، اب نداره. کاری باید ندارم میگه، برو. فکر کردی برای کسی که داره میمیره بری کفش بخری و بری عیادتش حالش خوب میشه؟ نه آقا رضا، کسی که داره میمیره باید براش قبر خرید. قبر. اگه میدونستم که حالت خوب نیست اصلا تو دادگاه قبول نمیکردم که اینجا بیای. بله خیلی خوب، الان میام اونجا. چی انتظار نداشتی من بیام اینجا؟ مختاری؟ بله، من باید بیام اینجا سر بزنم. خوب کاری میکنی، اتفاقا شهر در امن و امانه. آقا رضا به من همه چی رو گفته. اشتباه کرد. خب خودت بگو. من حرفی ندارم. برای چی نمیری برای درمان؟ برام درمان کنم که چی بشه؟ که یه سال بیشتر زجر بکشم بعد بمیرم. نه اینطوری نیست. آفرین، شما تعابت هم میکنی. تو ترسیدی؟ تو ترسیدی؟ فقط همین؟ خانم شما یه نفر رو بیا تو این شهر به من نشون بده که از مردن نترسه، بیا جایزه‌شو از من بگیر. برای چی به مادرت نگفتی؟ چرا هیچ کاری نمی‌کنی؟ بگم که چی بشه؟ که بشینه از الان قصه بخوره؟ که اون یک قرون دوزاری که با بدبختی جمع کرده گذاشته راه بیاد خرج من بکنه که یه سال بیشتر زنده باشم؟ نمی‌خوام خانم، ولم کن. Thank you.
دستوش خدا کجایی؟ صبح یه پیره مرده به هوش میاد. دکترها تعجب میکنن چطوری؟ ولی خب بالاخره به هوش اومده بود دیگه. خلاصه زنگ میزنم به پسرش خونه تا میفهمه، اونم همه رو خبر میکنه. میریزم بیمارستان. همینان بله پدرشون حالش خوب شده. همه تو بیمارستان خوشحال و شاد بودن. نوه کوچیکش میفهمه، میپره رو موتور از سر کار خودش برسونه بیمارستان. گوله میاد. دو تا خیابون مونده بیمارستان تصادف میکنه، همون درجا کشته میشه. پیر مرد رو به موت، به هوش میاد، زنده میشه، حالش خوب میشه. جوونه مثل دسته گل پر پر میشه. هر کسی چه شکایت کنه، ز هر کسی چه شکایت کنه، چه شکایت جرم من زمان است و جرم من زمان است و بلای ندیدمش. اما من دیدمش، پا به رهنم بود. وایسا واقعا دیدیش؟ خود چی بهش گفتی؟ ازش چی خواستی؟ خیلی دوست داشتم بابام بیاد مهد کودک منو نگاه کنه. آخه همه بچه ها مامان باباهاشون میان. خب دیگه اومد. همین
سلام. خواب بودم، خوابت دیدم، یهو بی هوا اومدم در وا کردم. خوبی مادر؟ چه مدت لازم بوده است تا کلمه عقل بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد؟ بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم، بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است تا جبران گذشته کنی. دستم را بگیر.